سلام و دوستان عزیز امیدوارم که حال تک تکتون عالی باشه میخوایم با همدیگه بریم آخرین اخبار تپ رو بررسی کنیم و لیست شدنش که یه کمی به تاخیر افتاد که داخل خود ایکس هم اومدن بهش اشاره کردن یه چند تا نکته مهم که باید کسایی که دارن تپ جمع میکنن توی این ویدیو گفته بشه که حتما تا انتها کامل نگاه کنید دقت کنید که چرا نکات مهمی قرار هستش توی این ویدیو گفته بشه اول از همه قبل از اینکه بریم استارت ویدیو رو بزنیم همونطور که میدونید به زودی دوره معامله گر سریع قرار هستش که رونامه ای بشه که کلا ربط داره به دوره ارزای دیجیتال و قراره توی اون دوره چند تا بخشیت بگی یه بخشش ربط داره به اینکه آقا چطوری بیاین داخل مثلا کوین مارکت کپ یه ارز دیجیتال رو پیدا کنی که هنوز پام نکرده که همین خودش شاید چند تا مثلا جلسه باشه ولی خیلی ساده الان توضیح میدم که میرید اون ارز دیجیتال رو پیدا میکنی که هنوز پام نکرده و سری میخرید و چند برابر شدنش رو میبینی که قراره با هم دیگه توی این دوره دوره معامله گر قدم به قدم همین کارها رو انجام بدیم و عملی بریم جلو که ببینی که چه سودهایی میشه از این بازار ارز دیجیتال به دست که پروژه هایی رو پیدا کنیم که آینده دار هستن و میتونن پامپای خوبی داشته باشن حالا اینم خیلی سریع قرار هستش که اتفاق بیفته برای اینکه کسایی که میخوان داخل دوره شرکت کنن فقط توصیه که میتونم داشته باشم اینه که داخل کانال تلگرام بشید هنوز رونماییش رو انجام ندادیم و بعد از اون حالا یه بخش دیگه ای که قرار داخل دوره معامله گر سری تدریس بشه اینه که چطوری تریدر بشید چطوری بخرید بفروشید ترید کنید و یه معامله گر بشید و کلا کسایی که این دوره رو نگاه میکنن خیلی به جرات کامل میتونم بگم که یک شغلی رو واسه خودشون انتخاب میکنن که از همین بازار ارز دیجیتال میتونن پول بسیار فوق العاده ای رو به دست بیارن پروژه های رو پیدا کنن که هنوز پاپ نکرده بخرم و پامپش رو ببینن و بعد از اینکه حالا دوره رو به اتمام رسوندیم قراره که با هم دیگه باشیم و یه گروه ایجاد بشه اونجا با هم دیگه اطلاعاتمون رو رد و بدلش کنیم بخریم بفروشیم شیم که این خودش بکنم همین گروه به نظر من میارزه به اون دوره و دوره خودش هم ارزشش خیلی بیشتر هستش پس کسایی که میخوان یه قدم واسه پیشرفتشون بردارن و شاید تا به این لحظه خیلیاتون میلیون ها تومن پول از دست دادید و تا به این لحظه هم آموزشی رو ندید آموزش درستی ندیدید و اگر امین الان این جلوی ضرر هاتون رو نگیرید و یک بار هزینه کنید و یاد بگیرید دیگه بعد از اون به جای ضرر شما سود خواهید کرد که این رو خیلی هاست اگر سریعتر درکش میکنن سریع میان اقدام میکنم و داخل دوره شرکت میکنن که فعلا رونمایی شروع نشده و دارم اطلاع رسانیش رو انجام میدم برای اینکه بتونی ازش اطلاع پیدا کنی زیر ویدیو دیسکریپشن لینک کانال تلگرام هستش علاوه بر اون تپ هم که دارید همین الان شما نگاه میکنی روی تصویر خبرهای تپ سواپ ویدیوهایی که ازش منتشر میشه تو تلگرام من میذارم برید سری تلگرام و جوین بشید تلگرام تنها مثلا بر رونمایی مثلا دوره معامله گری سری نیستش اونجا اخبار و تپ و همه چیز رو میذاریم پروژه های آینده رو آینده دار میذاریم که میتونی ازش استفاده کنی اما برسیم به تپسواب. ببینیم که آقا قرار بود تپسواب تقریبا فردا میخواست که لیست بشه یعنی تاریخی که اعلام کرده بودن قرار بودش که اه, توی اون تاریخ 12 خرداد تقریبا این محدوده ها رو ما داخل صرافی ها ببینیم علاوه بر اون یه نکته بگم تپسواب مطمئن باشه که 100 درصد لیست خواهد شد یه پروژه‌ای که من معرفی کردم ازش مطمئن هستم ما دو تا پروسه تا پروژه معرفی کردیم دیگه و خیلی روشون که تا میتونید جمع کنید یکیش ناتکای مود دومیش دو تبسواب سومیش همستر بود که الان تبسواب و همستر فعلا لیست نشدن ولی تبسواب اولین خواهد بود اول تبسواب قرار لیست بشه و بعد شاید لیست شدن همستر خواهیم بودش تبسواب یه نکته‌ای که وجود داره و خیلی حالا من بررسیش رو انجام دادم و حالا اخبار و خبرهایی که وجود داشت این بودش که آقا پشتوانه سولونا رو داشت تپسواب خب و اینجا این پایین خب خودشون اومدن اعلام کردن گفتن که آقا تبسواب دیگه پشتوانه سولونا رو نداره یعنی روی بلاک چین سولونا قرار نیست که بیاد لیست بشه قرار هستش که روی یک بلاک چین دیگه ما شاهد لیست شدن تبسواب باشیم خب این خبر از یه طرفی خوبه از یه طرفی بد هستش چرا بده چون که پشتوانه سولونا سولونا اگر شما نگاه کنید رنگ چند بازار هستش چیزی حدود 5 بازار انج بازار پشتوانه سولانا میشد یعنی تپسوا پشتوانش سولانا میشد نات کوین رنک مثلا الان 100 بازار هستش پشتوانش تون کوین بودش که از سولانا هم رنکش ببین بیشتر 11 هم بازار هستش پس اگر اون پشتوانه میمون و روی بلاک چین مثلا سولانا میمونت یه رشد خیلی بهتر از این هایی که الان در آینده قرار هستش رشد داشته از اونم بیشتر قرار بود که رشد داشته باشه حالا پشتوانش دیگه سولانا نیستش روی بلاک چین سولانا نیستش و نکته ای که وجود داره اینه که قرار هستش به زودی بلاک چین خودشون رو بیان معرفی کنن بلاک خودشون حالا چند تا گذینه ای که وجود داره یکی شاید خود تون کوین باشه یعنی بلاک خود تون بیان راه اندازیش رو انجام بدن یا هم بیان روی بلاک چین آربیتروم این اتفاقی بیفته که حالا بیشتر درصد ما میتونیم احتمال بدیم تون کوین یا حالا بلاک چین های دیگه ای هم وجود دارن ولی تون کوین حالا باشه خیلی بهتر هستش بلاک حالا این اتفاق نیافتاده و سولانا دیگه گفته که آقا ما پشتیوان پشت تپ اصواب نیستیم خب گفتم از یه طرفی خوب از یه طرفی بد هستش بدیاشو گفتم بهتون چون که سولانا یه بلاکچین خیلی قوی داره و امنیتش بسیار بالا هستش خوبیشم اگر بخوام بهتون بگم اینه که میتونه بهتر از سولانا هم یک بلاکچین بهتری رو ما ببینیم داخل بازار سولانا رنکش بالا هستش ولی بین ارزیدیشا شاید بلاکچینش بین 4 تا 5 تا رم زرز برتر بیاد قرار بگیره مثلا بلاکچین بی ام بی رو داریم بلاکچین اتریوم رو داریم اینا میتونه خیلی مهم باشه که بلاکچین مثلا خودش تی آر یه بلاکچین خیلی قوی هستش که اوالانچ مثلا بلاکچین قوی هستش که روی اونها هم میتونه سوار بشه در کل خیلی تاثیر نمیذاره روی قیمتش نگران نباشید یه موضوع خیلی مهمی نیستش از یه طرفی مهم بود ولی دیگه چون که روی بلاکچین سولانا نیستش دیگه خیلی مهم نیستش نکته بعدی که وجود داره اینجا خودشون یه توییتی زدن حالا من روز دقیق لیست شدنش را اگر بخوام بهتون بگم اینجا این توییتی که زده شده گفته که به علت اینکه حالا خیلی ها دارن از مثلا خیلی دارن مثلا تبسواب تپسواب جمع میکنن نکته یک هستش خیلی ها برای اینکه تپ سواب جمع کنن میان از ابزارهای مختلف استفاده مثلا یکیش کلیکر هستش که به هیچ شما بچه از کلیکر استفاده نکنی توصیه من به شما علتش اینه که شما یک ابزاری رو نصب میکنی روی تپ و اون خودش یه رباته یعنی یه ربات رو شما روش یه ربات دیگر رو میان نصبش میکنی و میخواین که یه ربات رو دور بزنی اونا تک تک این دیتا ها و داده ها رو میفهمن یعنی هر کاری هم که شما کنید اونجا متوجه میشن که آقا شما از کلیکر استفاده کردی و همین کلیکر رو خب میان فیکش تشخیص میدن و میگن که آقا فیکه و مثل نات کوین خیلی اومدن از کلیکر استفاده کردن از های خیلی عجیب غریبی استفاده کردن و این باعث شد که نات کویناشون صفر بشه خیلیاتون شاید توی دوره بر خودتون دیده باشی که برخی از نات کویناشون صفر شده علتش علتش اینه که از کلیکر استفاده کردن حتی برخی ها خیلی ازش استفاده کنن این اتفاق میفته شاید خیلیاتون داری از کلیکر استفاده میکنید ولی به نظر از اینجا به تا اون روزی که قراری لیست بشه دیگه ازش استفاده نکنید خودتون با دست بزنی که اون رد تا شواهد دیگه از جا نمونه و بره و شما رو مثلا ربات تشخیص نده که بیاد تپس های پای شما صف کنه پس یک از کلیک استفاده نکنی خیلی مهمه که اینجا خودش اشاره کرده گفته که داریم یه کمی بررسی می‌کنیم اونایی که مثلا به صورت فیک اومدن تپس رو دادن اونا کمتر بشه تعدادشون رو کمتر کنیم و تاریخی که برای لیست شدن تپسوا اومدن اعلام کردن یک خورداد هستش یکی جون که قرار هستش که یک خرداد ما شاهد لیست شدن تپ باشیم داخل صرافی ها و تا اون موقع خیلی هم بهتر شد چون که میتونیم بیشتر از تپ جمع کنیم 12 خورداد شد همین فردا پس فردا بودش که سری تموم میشد خیلی ها تازه آشنا شدن و نتونستن جمع کنن از تپ همین یک خورداده باعث میشه که تا اون موقع شما بیشتر جمع کنی و تعداد بیشتری به دست بیارید واسه تعداد بیشتر هم به دست آوردنش خب تپ فقط یک راهی به وجود داره رفرال گیری هست. شما ارسال میکنید به دوستاتون اونا هزار تا دریافت میکنن و شما هم هزار تا دریافت میکنید و اونا هر چقدر که بزنن یه بخشیش واسه شما میاد انتقال پیدا میکنه که به نظر من بهترین راه برای اینکه تپ رو بتونید افزایش هم خودتون کلیک کنید از اون مثلا ستاره نمیدونم آتیشه استفاده کنید از اون شارژ استفاده کنید بعد از اون رفلاگیری هستش که اونا هم بزنن واسه شما هم بیاد پس بهترین راه برای اینکه تعداد تپ خودشون خودتون افزایش بدید رفرال گیری هستش نکته بعدی که هستش یکی خورداد قراره که لیست بشه و اینجا خودشون هم توضیح دادن خیلی جالبه تب به معنای حالا خودش خاص خودش رو داره بالا هستش سواب هم به معنای بچه چیه اکسچنج هستش تب سواب مثلا مثل نات کوین نیست چرا مثل نات کوین نیست نات کوین اگر شما دقت کنی کلا فاندامنتال خاصی نداره یعنی یه کار خاصی رو انجام نمیده تب سواب نات کوین خوب ولی تب سواب هدفش میتونه یه اکسچنج باشه یه اکسچنج داخل بازار ارز دیجیتال مثل پنکیک سواب مثل یونی سواب که من اینو توضیح دادم که سواب هم میتونه بین اونها باشه یونی سواب تپ سوآپ مثلا 5k سوآپ یه تایمی یه تعداد کاربر خیلی زیادی جمع کردن و این باعث شد که قیمت مثلا اون ارز دیشا رشد داشته باشه تپ هم در راستای این هستش و این باعث خواهد شد که قیمتش یک افزایش بسیار خوبی داشته باشه پس فاندامنتال بسیار خوبی داره قوی هستش و یه دونه هم کافیه که پشتوانه یه بلاک چین خیلی خوب انتخاب کنه و روی بلاک چین اون باشه و روی اون بلاک چین سوار بشه و قیمتش یه جهش دیگه رو داشته باشه علاوه بر اون حالا یه زمزمه هایی هم که به گوش میرسه اینجا بچا یه توییتی زده شده که سی میلیون نفر پلیر داره تپسوب از سی میلیون نفر هم اومده عبور کرده که عدد خیلی فوق العاده ای به حساب میشه همستر فکر کنم 40 50 میلیون شده الان تعداد یوزر هاش از تپسوب هم بیشتر هستش راجب همستر هم اگر دوست داشتید کامنت بذاری که راجب همستر هم من یه صحبتی خواهم داشت حتما پس تعداد پلیر زیاد شده و کم کم مثل نات کوین داره میشه اینجا هم از مثلا 26 نفر خیلی سرعت گرفته تپ و داره به سمت بالا حرکت میکنه نکته یک هستش اینه که باز همون کلاه برداری همچنان سر جای خودش هستش از نات کوین که اومدن انجام دادن از تپ هم همین شکل وجود داره به هیچ عنوان به کسی اعتماد نکنید من اینو همیشه داخل هر ویدیو باید بگم به هیچ عنوان به کسی اعتماد نکنید یه نکته هم بودش حالا قیمت تپ بودش که راجبی اینم بگم ببین مثلا قیمتش خیلی نمیشه روش دقیق حساب کرد و گفت که مثلا قیمت این عدد رو داره خب ولی مثلا اینجا تقریبا اومدن گفتن گفتن اگر مثلا یه میلیون تپ سواب داشته باشی تقریبا چیز حدود 17 دلار حساب میشه 3 میلیون داشته باشی 51 دلار 5 میلیون داشته باشی 85 7 تا مثلا 100 میلیون تا داشته باشی میشه 1700 تا حالا قیمت هاش یه کمی کمه خب ولی اگر بخوایم مقایسه کنیم با نات کوین تقریبا من حدس میزنم که هم قیمت باشه با نات کوین یعنی چون که هر دو تا پروژه بسیار شبیه به هم هستن فقط یه بلاک چینشون بقیشون بسیار شبیه هستن حالا اون بلاک چین رو هم میتونیم بگیم اون سواپی که داره میاد جاشو میگیره نات کوین اصلا کلا ف... از از کاری هیچ کار خاصی رو انجام نمیده و یه جایی بازار ارزش رو پر نمیکنه ولی تبسواب می میتونه به عنوان یه اکسچنج باشه غیر متمرکز که بیا یه جایی از بازار ارزش رو بگیره و به نظر من تپسواب هم باید هم قیمت با نات کوین باشه تقریبا و ببینیم که در آینده قرار هستش که چه اتفاقی بیفته من تمام نکات رو گفتم بازم اگر سوالی دارید بپرسید این زیر نظرتون بنویسم تا ویدیوهای بعدی و یه نکته مهمم بگم اگر هنوز کانال سابسکرایب ندارید سریع بزنید روی دو می سابسکرایب و همونطور که رجب دوره معامله گری سری گفتم کلا خلاصه اگر بخوام بهتون یک بلیتی هستش که قرار من به شما بدم که شما وارد دنیای ثروت بشید و زندگیتون رو متحولش کنید توی خانواده‌تون یک نفر باید قدم برداره و اون هم باید شما باشید که این قدم رو برمیداری پس داخل کانال تلگرام سری جوین بشید و از ویدیوهای بعدی بتونید با خبر بشید دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید تا ویدیوهای بعدی فعلا